ریاست مرکزی تربیوی ریاست مرکزی تربیوی در سال 1362 در جهت رفع نیازمندی های سکتور انرژی و به خاطر تربیه کارگران فنی و ماهر مرکز حرفوی در چوکات وزارت انرژی و آب با همکاری علمی و تکنیکی اتحاد جماهیر شوروی سابق تأسیس شد. در سال 1371 بر اساس ضرورت مبرم وزارت انرژی و آب و ارگان‌های زیربط این مرکز جهت تعلیم و تربیه ماموران فنی طی پروتکل جداگانه با وزارت معارف و لیسه مسلکی انرژی و آب ارتقا یافت. بعد در سال 1381 بنابر تقاضا و ضرورت سکتور انرژی و نیاز در افغانستان برشنا شرکت مؤسسه معاونین انجینیر تکنشن ها در جنکشن ها، استیشن ها و سبستیشن ها به انستیتوت انرژی و آب ارتقا یافت و از آن تاریخ تا کنون با برگزاری دوره های تحصیلی در طی هر سال تعلیمی در دو بخش روزانه و شبانه کادرهای جوان را با سویه فوق بکلوریا معاون انجینیر فارغ می نماید که دیپلم فراغت آنها از طریق معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی اعطا می شود. در سال 1390 به منظور ارتقای دانش کاربردی و فناوری روز و ارتقای مهارت‌های مورد نیاز صنعت آب و برق، دپارتمان‌های منابع آب و انرژی آب قابل تجدید در چوکات انستیتوت انرژی و آب وزارت انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان شروع به فعالیت نمود. در طی سال‌های فوق الذکر، کارگران و تکنیشن‌های ماهر را در رشته‌های نصب، ترمیم و بهره‌برداری تجهیزات برقی از قبیل ترانسفارمرها، ریلی‌های دفاعی و آلات اندازه‌گیری، دیزل جنراتور، استیشن‌ها، سب‌استیشن‌ها، ولدینگ‌کاری، گازلاین‌های هوایی، کیبل‌ها و تکنیک ابتدایی فارغ التحصیل به جامعه تقدیم کرده است. انستیتوت انرژی و آب وزارت انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان متحد است تا با در نظر داشت نیاز مبرم جامعه و تقاضای صنعت آب و برق زمینه آموزش با کیفیت عالی در عرصه های علمی و نظری برای نسل های جوان آینده ساز کشور فراهم نماید. این انستیتوت در مربوطات ناحیه ششم شهر کابل در عقب موزیم ملی کابل واقع شده است که دارای مساحت بالا بر 13 جریب می باشد که 8000 متر آن در ساحه تعلیمی فعلی واقع شده است و قطع زمین در کنار آن با مساحت 18320 متر مربع موجود بوده که تا فعلا بدون استفاده است و می توان از آن برای ایجاد ساختمان های تدریسی معیاری، ورکشاپ های تخصصی، لیلیه و جمنازیم استفاده نمود. انستیتوت انرژی و آب دارای 4 دپارتمان برق عمومی، انرژی قابل تجدید، منابع آب تعلیمات عمومی است که نصاب تحصیلی مورد تایید معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف در آن تدریس می شود. در دوره 2 ساله برق عمومی، محصلین علاقه بر آشنایی با مفاهیم اولیه برق، ویرینگ ساختمان و ماشین‌های برقی با اساسات منابع تولید و انتقال سب‌استیشن‌ها آشنا می‌شوند. در دپارتمان انرژی قابل تجدید تا کنون رشته‌های سولار و مینی مایکرو هایدرو پاور موجود است و در پلان ارتقای این دپارتمان ایجاد رشته‌های استیشن برق بادی، استیشن برق جیوترمل در نظر گرفته شده است. در دوره 2 ساله انرژی قابل تجدید، محصلین با مفاهیم حفظ و مراقبت، نفت و انسالشن تجهیزات برقی در بخش انرژی قابل تجدید، ترمیم تجهیزات، توزیع انرژی برق، تعرفه برق و غیر آشنا می شوند. بازنگری در آموزش های اکادمیک در زمینه آب به طوری که با تغییر و تحولات جهانی و نیازهای روز هماهنگ باشد، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. مدیریت یک وجه منابع آب یکی از چالش‌های پیچیده است که به عنوان یک اولویت در سیاست‌گذاری‌ها در سطح جهانی مورد توجه است. به خاطر رسیدن به این هدف و تربیت نیروی کار ماهر در سکتور و یا رشته منابع آب در سال 1390 با همکاری اساتید پوانتون‌های کابل، پلی‌تکنیک کابل و متخصصان وزارت انرژی و آب در مرکز تربیوی ایجاد گردید. محصلین این رشته علاوه بر آشنایی با دانش پایه آب، با تأسیسات شبکه‌های منابع آب، استیشن‌های هیدرولوژیکی، دستگاه‌های هواشناسی، برف‌سنج‌ها و مدیریت منابع آب آشنا می‌شوند. امروز آموزش به ویژه تحصیلات عالی و نیمه عالی نقش اساسی در توسعه انسانی و اقتصادی جوامع ایفا می‌کند.
به گونه‌ای که توسعه و انکشاف بدون تحصیلات عالی قابل تصور نیست. اینستیتوت انرژی و آب وزارت انرژی و آب با بهره‌گیری از دستاوردهای نوین ساینس و تکنولوژی، جذب کادر علمی مجرب با کیفیت و سیستم اداری و اجرایی توانمند، ظرفیت زیادی برای جذب و تربیت محصلین با استعداد در رشته های انجینری، به خصوص در سکتور انجینری برق و انرژی و مدیریت آب در خود دارد. در نظر است که این انستیتوت در آینده به یک مرکز تربیتی عالی با شاخص های بلند کمی و کیفی تبدیل بشه و محصلین ما با ظرفیت بالا را برای سکتور انرژی و آب فارغ التحصیل کنیم.